<applause> آقای <applause> کری به طور خستگی ناپذیر به توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران رسید و قول ایالات متحده در رابطه با موفقیت دیپلماسی رو به مرحله اجرا گذاشت. <سؤال> آقای کری همانند پرزیدنت اوباما هیچگاه فراموش نکرد که باید همه راه ها را رو امتحان کرد و با تشکر به رهبری او و توانایی او در دیپلماسی این توافق حاصل شد همونطور که همه شما میدانید چالش توافق اتمی یکی از مشکلات عمده در خاور میانه بود این ابتکاری که امروز مؤسسه کارنگی به خرج داده نگاهی به آینده خاور میانه مردم آن و جایگاه آن در آینده می باشد. گزارش های مختلفی از پجوهشکل مختلف دیده ایم، خوانده ایم و هدف از این پجوهش ها این بوده که درک بهتری از منطقه خاورمیانه میانه داشته باشیم تا راهی خوب برای آن به توان ترسیم کرد الان جریانات بسیار دشواری در آن منطقه در جریان هست هیچ کس بیشتر از آقای کری که و با تعهد کامل به دنبال جریانات خاورمیانه میانه نبوده معرفه میکنم آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا. با تشکر از همگی Bill, بیل با تشکر از شما so برای, استقبالی برای استقبالی که از من uh, کردین uh, در منزل جدید, uh, جدید خودتون uh, very... و اظهارات بسیار مهربانانه و با محمد محبت همونطور که شما میدونید بیل در واقع او دیپلمات شماره یک وزارت خارجه بود استاندارد رو او در واقع تعیین کرد من الان میدونم که یک سال اونجا نیستی ما میدونم آره حتما دل تنگ نشده از دل تنگ شده برای سفرهای طولانی تلفن‌های نیمه شب خب شوخی به کنار خانم و آقایون در به وزارت خارجه به روی بیل برنز همواره باز خواهد بود و پرزیدنت اوباما تا شورای امنیت ملی تا من و وزاره خارجه سابق همه هم نظرن که هیچ دیپلماتی مانند بیل برنز نیست <applause> که بتونه این مؤسسه رو رهبری بکنه به من ملحق بشین به همراه من از او تشکر بکنیم اگر من درست عمل بکنم uh, که همیشه اینطور نمیشه سعی میکنم که صدامو کمی کنترل بکنم تا خیلی زیاد تا اون اندازه که دلم میخواد پر حرارت نباشه من دارم یه مقدار تا حدی لارانجید دارم و میخوام بتر نشه چون امشب آزم ویان خواهم بود برای یک سری جلسات دو روزه اونجا اینه که میخوام مطمئن باشم که اونجا میتونم صحبت بکنم متشکرم از اینکه امروز میتونم با شما صحبت بکنم کسانی که همه کارشناس هستین و هم یک گروهی هم دانشجو که امیدوارید بعدا کارشناس باشین همه شما در رابطه با مسائل بسیار جدی فکر کرده اید حقیقت این هست که نسل هاست که کارنگی در واقع داره رهبران سیاست خارجی آمریکا رو آموزش میده و الان اگر بگویم که امروز ما با یک دنیای کاملا متفاوتی از گذاشته مواجه هستیم خیلی کم گفتم دنیایی بسیار پیچیده همه شما کتاب هنری کسنجر در رابطه با دیپلماسی و کتابهای های دیگرش رو خوندین همونطوری که منم هم خوندن هنری مسلما بتون خواهد گفت و من در دوران مجمع عمومی سالن سازمان ملل اونجا باش صحبت کردم اون دائم با بحران های متفاوتی به طور دائم مواجه بود جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی سابق که با آمریکا بود و این خیلی روشن بودش که اونجا گزینه ها چی بود گزینه های سختی بودن جنگ های نیابتی وجود داشت اون موقع هم اما باید گفت که اون چیزی رو که ما امروز میبینیم با این خشونت مانند گذشته نیست الان این خشونت ها کشور علیه کشور نیست بلکه در واقع عوامل غیر کشوری هستند یعنی گروهی هستند که الان یک جنگی جنگ ها رو در جهان به وجود آوردن باید بگویم علا رقم این پیچیدگیه و اطمینان دارم به این مسئله ایالات متحده ای آمریکا بیش از هر روز دیگه در نقاط بیشتری از جهان اکنون دخیل هست که در گذشته این چنین نبوده من حالا نمیام یکی یکی اینها را اسم ببرم تی پی پی هست کره شمالی هست کره مسئله ج... دریای جنوبی چین افغانستان هند هند میتونم دور دنیا بگردم و مشکلات رو اسم ببرم اما میخوام الان روی یک منطقه بسیار خاص جهان متمرکز کنم و اون هم خاور میان هست تازه وارد به همه جنبه ها هم نخواهم شد هفته آینده 20 سال خواهد بود که من در یک راهپیمایی که در یک راهپیمایی برای صلح اسحاق رابین ترور شد پس از مراسم تشریح جنازه اون ملک عبدالله اردن که یک زمانی دشمن قسم خورده ی اسرائیل بود آمد و گفت اجازه بدهید و سکوت نکنیم صدایمان را بالا ببریم و صحبت از صلح بکنیم صلح برای همیشه و بیایید به اونهایی که در تاریکی زندگی می کنند که دشمن زندگی و ایمان واقعی هستند که این موضع ماست این اردوگاه ماست اینجا در همون مراسم نوه اسحاق رابین که اون موقع یک تینیجر بود گفت کسانی بزرگتر از من از تو تعریف کردن اما هیچ وقت نتونستن ولی هیچ وقت اون آغوش تو رو حس نکردن لبخند تو رو ندیدن از نزدیک که همون لبخند الان دیگه در قبر با تو ثبت شده این گفته ها به ما میگه که فرای آمار و ارقام و سرخط ها و تیت های اخبار که یک سری دیپلومات ها حرف میزنند در برنامه های تلویزیونی, تلویزیونی. تاثیر خشونک در خاور میانه چیه؟ الان انسانیت هست انسانیتی وجود داره اونها هم مردمی هستن مانند ما که میخوان به هم کمک کنند به هم دیگه محبت کنند از نسلی به نسل دیگر فرای تمام اون پیچیدگی ها در اون منطقه یه چیز خیلی اساسی هم وجود داره تلاشی بین مردمی که میخواهند زخم ها رو باز کنند و اونهایی که میخوان زخم ها رو ببندن و در واقع آینده رو بسازن این درگیری بین از بین برندگان و اونهایی که میخوان بسازن چیزی رو وجود داره که این شرایط به وجود اومده این الان اون عاملی است که استراتژی ما رو در واقع به هم نگه داشته ما استراتژی داریم بله انتخابات تونس رو دیدیم ما همینطور سعی می که جهان رو علیه تروریست ها بسیج بکنیم در رابطه با اون چه اون خشونتی که در بیت المقدس رخ داد ما با هم صحبت کردیم هدف ما این هست که اطمینان حاصل کنیم که اونهایی که سازنده هستن اونهایی که میخوان التیام بدهند بتوانند به هدفشون برسن خیلی ها فکر میکنن چرا خاور میانه برای ما اهمیت داره و هر حال ما داریم الان به استقلال و خودکفایی انرژی میرسیم اما پاسخ این است که این کاملا و مستقیما برخلاف منافع کشور ماست که خاور میانه رو رها کنیم ما دوستان بسیار قدیمی اونجا داریم به جز اسرائیل کشورهای عرب هم هستند از واقع یازده سپتامبر هم درس گرفتیم که مسائل منطقه می توانند تبدیل به یک مشکل جهانی بشوند در موسل و رقا اینها ما دیدیم که چه جوره میتونه در میسیسیپی یا منیا... یا اناپلس تاثیر گذار باشه م... میدانیم که مردم در هر قاره در واقع تحت تاثیر اون سرزمین های قدیمی هستند که ریشه اعتقادات از اونجا برمیخیزد. من از مردم میشنوم. خب خوشحالم اینجا که نخست وزیر سابق رو اینجا میبینم. خیلی برای من جالبه که در سراسر سر دنیا وزرای خارجه نخست وزیرها وزرای دارایی و رئیس‌های جمهوری همه به من میگن که باید یک کاری برای خاور میانه انجام بدهید زیرا که تاثیر رو ما میگذارد درست است که ما الان کمتر متکی به نفت خاور میانه هستیم تا سابق اما خب از طرفی هم میدانیم که بازار انرژی جهانی میدونیم که کوچکترین تغییری در این بازار در خاور میانه تاثیر جهانی خواهد داشت بنابراین خاور میانه بسیار هم مهمه و اهمیت اون تنها در مسئله نفت نیست ما میخوایم مردم رو پیش به هم دیگه نزدیک کنیم تا آینده رو ببینن به این دلیل هست که خ... کارنگی الان این پروژه جدید رو آغاز کرده با نام افق جهان عرب تا اینکه آینده خاور میانه رو برای نسل های آینده در واقع شکل بده قبل از اینکه به این نتیجه بخوام برسیم که من امروز خیلی کافئین خوردم باید بگویم که من واقعا این چیزی که گفتم بهش معتقد هستم چند سال پیش ما از شرکت مکنزی خواستیم که چشمنداز اقتصادی اردن اسرائیل کرانه باختری و غذا را مطالعه بکنند کافی شما برین اون گزارش رو بخونید که مال چند سال پیش بود <تصفح> و خیلی روشن اونجا نوشته که آن چیزی که می باید اتفاق بیافته اتفاق نیفتاد. عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده هم یک مطالعه دیگه انجام داد که خیلی نشون داد که از بخش های مختلف کشاورزی تا توریسم اینا همه جا برای رشد وجود داره. بی نهایت هست. توان به قوه رشد اقتصادی و اینکه بتونه یک مرکز مالی باشه مرکز تکنولوژی باشه در بسیاری از کشورهای اون منطقه اصلا غیر قابل باور هست از رود نیل تا رود اردن تو تا فرات و دجله همه هر دختر و پسر در تمامی این مناطق می توانند دسترسی به آموزش و پرورش و تحصیل داشته باشند میتونه اونجا بزرگترین منطقه توریزم باشه فقط فکرشو بکنین تصورشو بکنین بزرگترین منطقه توریزم جهان من از اونجاها با ماشین از کنار آنها عبور کردم جایی که جان بابتیست چندین و چند نفر رو اونجا قسل تمعید داد و یا مسجد بیت المقدس یکی از مهمترین و قدیمیترین مسجد های جهان اسلام جایی که تلاشها ها های بسیاری رخ داده در خاور میانه خیلی چیزها برای دیدن هست حتی برای کسی که اعتقادی به خدا نداره کشورهای همسایه در واقع میخوان با هم دیگه تجارت داشته باشن من از وزرا میشنوم که چقدر آرزو دارن که بتونن شرایط تغییر بکنه تا بتونن با هم دیگه در پروژه های مختلف کار بکنم اما متاسفانه انقدر ما حواسمون متمرکز مشکلات شده که دیگه فراموش میکنیم این فرصت هایی که وجود داره که ما باید در واقع بیشتر روی اونها تمرکز داشته باشیم برای اینکه تاثیر اینها بر روی تمام مردم اون منطقه هست الان فلسطینی ها دیگه اعتقادی ندارن اسرائیلی ها هم همینطور به کشورهای همسایه این کار نیازمند رهبری واقعی است تا بتونیم این امید، ناامیدی ها رو عوض بکنیم تبدیلی به امید بکنیم همه ما اینجا من خطابم به دولت های منطقه همس که باید از این فرصت بی مثال موجود در منطقه استفاده بکنند. کشورهای خاور میانه در حال حاضر به اندازه <تسان> کافی آنچه را که دیگر کشورهای <تسان> جهان تولید میکنند تولید نمیکنند با همدیگه تجارت ندارند بیش خود فکر میکنن که چرا نیروی انسانی کم دارن فقط یک از هر چهار نفر یک زن هستش که در اقتصاد سهمی داره به این ترتیب میلیون ها نفر از جمعیت این کشورها در واقع ناراضی هستند ناراضی از اینکه زنان دیگر در سایر نقاط جهان توانایی های خودشون رو میتونن به اجرا بگذارن اما اینها نه اونها میتونن اونها تلفن اینها تلفن های همراه دارن میتونن گوگل بکنن از فیسبوک استفاده کنن با اینا اگه صحبت بکنیم میبینیم چه چیزایی میخوان خب این انرژی و اون آرزوهایی که اون این افراد دارن چیه در ایالات متحده میانگین سله کارمندا 35 در میانه و شمال آفریقا 25 ساله در بسیاری از کشورهای 60 65 درصد جمعیتشون بین زیر این سن 25 سال هستن بنابراین ببینید این زنان و مردان هستند که باید آینده رو بسازن اما به با کی باید گوش بدن چه ایدههایی و وفاداری اونها رو تضمین میکنه هر یک از این افراد جوان خودشون یک داستانی هستند که یا کلافه میشن برای اینکه به فرصتی دسترسی ندارن و بعد تمامی اینها به عنوان یک گروه در واقع چالشی میشن برای اون دولت ها ببینید اختلاف بین فرصت و کلافگی خیلی فرق قضیه هست هیچ یک راهی وجود نداره برای برنده شدن در این به مبارزه با این چالش <applause> کشورها باید هم به وضعیت خودشون نگاه کنن هم به وضعیت جهانی و بله باید خیلی خیلی تصمیم های دشواری بگیرن نمیشه تصمیم بیخودی گرفت نمیشه اینها رو نادیده گرفت و فکر کنیم که مشکلات خودشون حل میشن صاحبان کار و شرکت ها اینا در واقع باید بدونن که هستن کسانی که وقتی که فارغ تحصیل میشن میان وارد بازار کار میشن احتیاج به کار بشن همطور که مانند آمریکا همینطور است و هر کشوری دیگری دختران و زنان باید فرصتی مشابه و برابر با مردان برایشون فراهم کرد. باید فرصت ارائه ایده های جدید را داد و رهبران باید پاسخگو باشند. ایالات متحده به آینده اون منطقه کاملا عقیده داره. به این دلیل هست که ما در برنامه های متعددی سرمایه گذاری کرده مانند ترهی در اردن با فلسطینی ها که اینجا فایده اینجا خیلی سخت در این زمینه کار کرده و داره سعی میکنه اجرا بکنه از در این حال میدونیم که مزه موفقیت اینها خیلی بستگی به امنیت داره امنیت همه اسرائیلی ها باید امن و امان باشند فلسطینی, فلسطینی ها در غزه همه باید امنیت داشته باشند و با این یک مبارزه اصلی همه هست پس دوباره برمیگردم به اون مسئله که گفتم که هستن کسانی که تخریب کننده هستند هستند کسانی که سازند هستن اگر قرار باشه سازنده ها برنده بشن باید از تهدیدهای تروریست ها خشونت های اونها تسلیحات کشتار جمعی در امان باشن و استراتژی ایالات متحده برای اون منطقه دقیقا با همین هدف هست به این دلیل هست که پرزیدنت اوباما بالاخره راهی پیدا کرد برای حل پرونده اتمی ایران همطور که میدونین بیل برنز اینجا یک نقش بسیار اساسی و حیاتی داشت در راه اندازی این مذاکراتی که منجر شد به این توافقی که به دست آمد این توافقی که در واقع داره محدودی های بسیار زیادی بر ابعاد مختلف برنامه اتمی ایران اعمال میکنه ده روز پیش این توافق رسمی شد و به زودی اجرا میشه که دو سوم های ایران از رده خارج میشن بیشتر اورانیوم غنی شده انبار شده خارج خواهد شد اون هسته مرکزی راکتور تحقیقاتی عراق خارج خواهد شد و تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید نکرده که ایران دقیقا اون کاری رو که باید انجام بده انجام داده هیچ تحریمی برداشته نمیشه تا اینجا ایران به تعهدات خودش عمل کرده همونطور که طی اون 18 ماهی که ما مذاکره کردیم و در واقع دو ماه بله دو ماهه که اون توافق اولیه و از اون زمان تا حالا هیچ نشینیم که ایران نقض کرده اون توافق را بنابراین امیدوارم که همه اونهایی که موافق و یا مخالف اون توافق بود همه بیان دست به دست هم بدن و بذارن که این کاملا به طور راستی آزمایی اجرا بشه من کاملا معتقدم که ایالات متحده امتر، متحدین ما امتر و جهان امتر خواهد بود اگر ایران سلاح اتمی نداشته باشه و حتی در اون راه هم نباشه یعنی آمادگی تولید سلاح اتمی نداشته باشه. الان ما راه خیلی طولانی رو تیکریم تا به اینجا رسیدیم که و هنگامی که مذاکرات در جریان بود شا... خیلی حدس و گمان زنی های زیادی زده میشد که این توافق چه تأثیری می تونه بر رابطه ایران و آمریکا داشته باشه خیلی ها نگران بودن خیلی ها هم خوشحال بودن من اینجا باید بگویم که ما دقیقا حرفی رو که زدیم اینه که توافق اتمی با ایران فقط در رابطه با برنامه اتمی ایران بود این کار درستی بود که ما کردیم حالا آیا به همکاری های آینده منجر بشه یا نه اون مهم نیست در رابطه با سیاست های آینده ایران ما هیچ جلو جلو قضاوت نمی کنیم اما خب فعلا می بینیم که داره که به اختلافات قومی دامن میزنه چهار شهروند آمریکایی رو بدون هیچ دلیل منطقی زندانی کرده ما با متحدین خودمون از جمله کشورهای عرب و همینطور اسرائیل از نزدیک در تماس و مشاوره بودیم همکاری بی سابقه ای با سازمان های اطلاعاتی اسرائیل داریم با دیگران سعی داریم که تحریم ها رو کاملا اجرا بکنیم سعی داریم که جلوی رسیدن سلاح به دست حماس رو بگیریم از طرف دیگه داریم به اسرائیل هم کمک میکنیم که بتونه از شهروندان خودش حمایت و دفاع بکنه با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم همکاری میکنیم با مصر و دیگران نیز همینطور که آنها هم توانایی دفاع از خود رو داشته باشند چند روز پیش من با نخست وزیر نتنیاهو با محمود عباس ملک عبدالله و دیگران ملک عبدالله عربستان هم صحبت کردم و همه معتقدیم که باید خشونت در اسرائیل، اورشلیم، غزه و کرانه باختری متوقف بشه و گفتیم که شرایط موجود در بیت المقدس هیچ تغییری نخواهد کرد من اینجا میخوام خیلی روشن و واضح بگم که این خشونت هایی که در هفته های گذشته ما دیدیم به ضرر همه هست چه قربانیان و خانواده های اونها چه اسرائیلی باشن چه فلسطینی فلسطینی هایی که واقعا میخوان که آمار آرمانشون تحقق پیدا کنه این یکی دیگر از توهماتی است که صلح دائم و آشتی ارزش گفتگو نداره نه نمیشه فقط همجوری دستمون رو بنازیم بالا بگیم نه خدا حافظ شرایط موجود خیلی ساده بگم قابل دوام نیست پرزیدنت با ما این رو بارها در ملع عام گفته خود من هم همینطور و برای اسرائیل خیلی حیاتیه که بتونه به فلسطینی رهبران فلسطینی کمک بکنه تا توانا و قوت اقتصادی خودشون رو تقویت بکنن و اینکه رهبران فلسطینی ها هم در واقع تحریک به خشونت رو جلوش رو بگیرن به جای آن پیشنهاد راه حل بدن تا چگونه زندگی مردم رو میشه بهتر کرد و همینطور امنیت اسرائیلی ها رو تقویت کرد از هر دو طرف ضروری است که رهبران قاطعانه عمل کنند راه حل دو کشور امنیت, امنیت کامل برای هر دو طرف این تنها راه ممکن هست. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. ببینین الان چه اتفاقی داره میافته. همین میبینین که اگر صلح نباشه ما با چه مواجه خواهیم بود. ایالات متحده آماده است. هر آنچه که از دستش برمیآید می انجام دهد تا دو ملت در دو کشور به طور در صلح آرامش در کنار هم زندگی بکنند. اطلافی ما تشکیل دادیم برای مبارزه با داعش خوش جرائمی که داعش مرتکب شده اصلا قابل تصور نیست اصلا من نمیتونم تو زندگی منو تصور بکنم اونها قاچاقچی هستن آدم ربایی میکنند مردم معلمین رو قصابی میکنن قطع قطعه میکنن کتاب میسوزونن می, ف... می جورنالیس که دارن کارشون رو میکنن و خبر منتقل میکنن میکشن مردم رو صرفا به خاطر ایمانی که دارن اعدام میکنن صرفا چون یکی در یک دین دیگری به دنیا اومده اونها از نظر داعش قابل تنشید. کشتن هستند، <تصفح> تدری یا به به ب... پیروان خود یاد میدن که آن... کشتن دخترانی که درس میخونن این در واقع خودش یک دعا و نیایش است اما میبینیم گزارش های متعددی میبینیم که داعش دارن در واقع کسانی که به اونها ملحق شدن و بعد تصمیمشون عوض شد و میخوان فرار بکنن همون افراد رو هم میگیرن میکشن یک پسر جوانی یه روز رفت به یک مسجد شیعه دکمه شو باز کرد به نگهبانان گفت من دارم من اینجا بوم به من وصله اما نمیخوام که منفجر بشم نمیخوام خودم رو بکشم اون گفتش که علت اینکه این, این کار رو کردم این تنها راهی بود که بتونم از داعش فرار بکنم اون به داعش ملحق شده بود که با اسد مبارزه بکنه اما بعد که دیده بود افرادی مانند خودش رو اینها میکشن تصمیم گرفته بود که داعش رو ترک بکنه این تابستون ما دیدیم که اعضای داعش آثار باستانی رو با ابزار و آلات تخریب کردند معبد دو ساله بعد دیدیم کسی رو که سعی داشته تاریخ رو حفظ بکنه دستگیر میکنن در میدان شهر مجبور میکنن زانو بزنه و گردن میزنن این مرد نصف عمرش رو در حفظ و حفاظت تاریخ گذرانده بود بیش از پنجاه سال بود که در رابطه با تاریخ سوریه تحصیل و پژوهش کرده بود ما به زودی ساعتمون رو برمیگردونیم به عقب اونم یک ساعت اما داعش میخواد ساعت زمان رو هزار سال به عقب بازگرداند ما نباید بگذاریم این مسئله ادامه داشته باشه به این دلیل است که پرزیدنت اوباما آنچه را که ما ادامه انجام می دادیم تقویت و تشدید کرده یک پیش از یک سال هست که ما این کار کردیم در کوبانی مردم رو نجات دادیم یا تکرید تکرید یک هزار, هزار سونی تونستن باز کردن به تکرید ما از ابتدام گفتیم که این یک پروژه و تلاشی چند ساله خواهد بود ما هفت هزار خورده حمله هوایی انجام دادیم جلوی در واقع فرماندهی اونا رو به عقب روندیم با بمباران خودمون محلهای مسکونی رو در واقع ما آزاد کردیم من در رابطه با سیاست خودمون قبلا صحبت کردم هفته گذشته فقط برای اینکه یک بار دیگه یادآوری بکنم که تا چه حد ما آماده هستیم در این راه مبارزه بکنیم و اینکه تا چه حد میخوایم ظرفیت خودمون رو بالا ببریم نیروهای ویژه آمریکا عملیاتی هفته گذشته عملیاتی علیه یک زندان در شمال عراق انجام داد 69 اراقی رو که در شرف اعدام شدن بودن نجات دادن من با افراد سفارت خودمون در اراق صحبت کردم و در واقع شب گذاشتم با فرستاده ویژه خودمون صحبت کردم گفت اصلا نمیتونی تصور بکنی که تا چه حد اینها سپاسگزار پرزیدنت اوباما و مردم آمریکا هستند و اینکه چه دینی رو حس میکنم نسبت به مستر سارجن جیسن ویلر که زندگی خودش رو برای آزادی اینها از دست داد به نظر من من اون چیزی رو که بارها گفتم یک بار دیگه میگم تا یک زندگیم گفتم و اون اینکه ما خیلی افتخار داریم که افتخار میکنیم که نیروهای مسلح ایالات متحده چگونه خدمت میکنن برای این کشور در این بین میخوام شما بدونید که ترکیب کشورهای اعتلاف عملیات اونها و همه اینها اونها هم تاثیرگذار گذار بوده الان داعش خیلی در واقع دشوار هست که بتونه لوازم و وسایل مثل سابق براش به دستش برسه در بغداد در موسل در جاهای دیگه الان 17 هزار متر مربع مساحتی اینها رو به عقب روندن این فعالیت ها و عملیات اطلاف بین المللی و پرزیدنت اوباما دستور داده که ما باز هم این کارها رو ادامه بدیم فرانسوی ها بریتانی ها و ترک ها نیز همینطور قرار کارهای بیشتری بکنند پرزیدنت اوباما برای به ما چراغ سبز داد که تسلیحات بیشتری در اختیار متحدین بگذاریم و به ما گفت که هرچه سریعتر در واقع این مبارزه رو تسریع بکنیم اما عملیات نظامی یکی از ابعاد مبارزه ما هست ما داریم با تبلیغات اون هم مبارزه میکنیم تا نتونه نیروی خارجی جذب کنه با امارات متحده عربی یک مرکزی تشکیل دادیم ایجاد کردیم که در بر روی اینترنت و در شبکه های اجتماعی نکات مثبت صحبت میکنه در رابطه سیاست عقیده ما جلوی دسترسی پول به داعش رو گرفتیم اما در نهایت برای شکست دادن داعش ما باید جنگ در سوریه رو خاتمه بدهیم و این هدف ایالات متحده از است. حالا چگونه این کار باید انجام بشه؟ خب خود این درگیری چگونه آغاز شد؟ در اوایل سال 2011 یک قیام کلی عمومی شروع شد علیه خاندان اسد اسد گروهی رو فرستاد که مردم عادی رو که فقط خواستشون کار و آینده بود فرستاد بیرون تو خیابون ها و تا اونها رو بزنن بعد بعد از اینکه فرزندان دیدن که پدر مادرهاشون باشون اینجوری رفتار شد اونها رفتن بیرون و بعد از اون فشنگ به روی کار آمد پس از اون اسد روی دست کمک به سوی حزب الله ایران و بعد روسیه دراز کرد و به این ترتیب بودش که این فاصله بین شیعه و سنی بیافته و به این ترتیب داعش به وجود اومد الان چهار سال وحشت بدون توقف در اون منطقه در جریان ما یک وظیفه اساسی برای متوقف کردن این داریم حتی کشته شدن یک بیش سوری بیش از این هم زیاد است از هر دو سوری یکیشون ناچار شده محل زندگی خودش رو ترک کنه چالشی که امروز ما با آن در سوریه مواجه هستیم دست کمی از این نداره که بخوایم یک راهی از جهنم برای خودمون پیدا بکنیم برای این کار باید یک روش دوگانه باشه یک اینکه مبارزه کمپین مبارزه بادایی شد افزایش بدیم و از طرف دیگر تلاش دیپلماتیک خود را افزایش بدهیم اینها هر دو در واقع مکمل همدیگر هستند به این دلیل هست که مبارزه رو تق... تشدید کردیم با کمک به میان روهای مخالف اسد و اینها باعث شده که داعش در واقع شهرهای منطقه از دست بده عملیات هوایی خودمون رو هم افزایش دادیم و تونستیم که باعث بشه که دایش از نزدیک مرز ترکیه عقب نشینی بکنه اما در نهایت هیچ چیزی بیشتر از این مؤثر نخواهد بود تا اینکه یک انتقال سیاسی به وجود بیاد که اسد رو کنار بگذاره تا بیشتر کشور علیه افرادگرایی متحد شود ما باید اون طرز تفکری که از ابتدا توسط داعش و اسد به وجود اومد که تنها گزینه سوریه ها سور سوری ها یا اسد هست یا داعش نه این گزینه آنها نیست این طرز تفکری است که سعی کردن در واقع به این ترتیب مردم رو بترسونن که به دیگری از دیگری اونها رو بترسانند و الان سوریه رو تبدیل به یک میدان کشتار کرده من از تازه برگشتم که یک جلسه بسیار خوبی بود های خوبی داشتیم گروه چارکانه بود ترکیه روسیه ایالات متحده و امشب هم به وین باز می‌گردم تا گام بعدی رو بردارم با یک گروه بیشتری که شامل ایران هم خواهد شد که در یکی از این جلسات چند جانبه رو در آن شرکت خواهد کرد و با توجه به اینکه ما میدونیم یافتن راه حلی برای سوریه اتوماتیک و آسان نیست اما حداقل یک گشایشی خواهد بود که ببینیم چه اتفاقی داره در سوریه میفته سوریه داره از بین میره که تاثیر آن بر ارو... در اروپا کاملا حس میشه اردن شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته و تمامی کشورهای منطقه و هزاران میلیون ها سوری که ناچار شدن از کشورشون فرار بکنند. بهترین فرصتی که اکنون ما در اختیار داریم اینه که سر میز بیاییم و درک بکنیم متوجه شیم که تنها راه راه حل سیاسی است و در این راه من صحبت‌های بسیاری با هم قطار روسی خودمون سرگی لاوروف داشتیم همطور که میدونید چهار هفته پیش بود که روسیه عملیات نظامی در سوریه رو آغاز کرد حالا آیا روسیه آمده که نه. کمک کنه به اسد یا اینکه نه آمده به ما آه، کمک آه، کنه خب این آزمونی برای روسیه خواهد بود موسکو میگوید که ادعا دارد که بیشتر حملات علیه داعش بوده اما ما این گونه نمی بینیم اما این راه پایان دادن به جنگ نیست خب این موضوعی خواهد بود که ما در وین در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد خب استراتژی ما این هست که جلوی افراطی شدن بیشتر مردم رو بگیریم این در واقع اسد میخواد این کار رو بکنه و تا بتونه بیشتر در قدرت بمونه اما باید بگم که به هیچ عنوان هیچ کشوری در این ائتلاف ما اجازه چنین کاری رو نخواهد داد یک نکته دیگر هم بسیار حیاتی است آن این است که روسیه ایالات متحده و دیگران همه نقطه مشترک زیادی با هم دارن همه معتقدن که وضعیت موجود پایدار نیست همه معتقدیم که باید راه حل سیاسی باشه همه هم نظریم که باید جلوی پیروزی داعش رو بگیریم ما همه هم نظریم که برای حفظ نگهداری سوریه باید تمامی سازمان ها و نهادهای اون حفظ بشن و سوریه سکولار به وجود بیاید همه معتقدیم که باید افرادی که آواره شدن به کشور خودشون بازگردن و همه هم نظریم که این مردم سوریه هستند که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه به توانن آینده خودشون رو تعیین کنین. ما همه هم نظریم در رابطه با همه این نکات. پس بنابراین باید بتونیم یه راهی پیدا کنیم که یک نفر، یک مرد نتونه جلوی امکان و احتمال سوهر را بگیریم. خب اگر ما همه معتقدیم که همه این کارا امکان, امکان, پذیر است پیام من به آقای لاوروف آقای پوتین و دیگران این هست که هر کدوم ما یک مسئولیتی داریم که مؤثر باشیم دریافتن راه حلی برای یک انتقال سیاسی تا کشور رو متحد کنه و اجازه بدهیم که این کشور دوباره خودش رو بسازه و در صلح زندگی کنه این هدف اصلی این روند صلح هستش که ما میخوایم از, از فردا در رابطه با اون صحبت کنیم دو نکته دیگه میخوام بگویم <applause> اول آنکه اونهایی که خوشبین نیستن نسبت به این قضیه و میگویند دموکراسی در خاور میانه موفق نخواهد بود در خاور میانه و شمال آفریقا من فقط یک کلمه جواب دارم تونس جایی که بهار عرب آغاز شد درسته، الان بهش نیست اما می بینیم که رهبران از فراکسیون های مختلف آمدن جاه طلبی های شخصی رو کنار گذاشتند تا به نفع منافع کشور کار بکنند ما دیدیم قدرت انتقال به صورت صلح آمیز به حکم قانون انجام شد و هر دو طرف الان میبینیم که چه سکولار ها چه اونهایی که غیر سکولار هستند سرکوب نشدن. آن چیزی که اکنون در داره اتفاق میافته خیلی مهمه و برای منطقه هم درسی هست میبینیم تونس نشون داد که سازنده بودن یعنی چه نکته دوم من در واقع یک خواهشی است خواهش میکنم که نظر آنهایی رو که میگوین خاور میانه باید بر اساس مسائل قومی خصوصا شیعه و سنی تقسیم بندی بشه هیچ چیزی بیشتر به داعش کمک نمیکنه تا این افسانه این نظر ساده گرانه و بسیار شوم درست نه قبلا درست بوده و امروز هم صحیح نیست ما در واقع الان همه تقریبا تمام کشورهای سنی منطقه الان متحد شدند که داعش رو شکست بدن داعش سال گذشته 27 نفر رو درست اوایل ماه رمضان سال گذشته کشن چه اتفاقی افتاد امیر امیر و رئیس مجلس سنی اون کشور بلافاصله رفتن به مسجد و داوطلب شدن که خون بدن به شیعیان قربانیان شیعه دولت اجساد قربانیان رو به نجف منتقل کرد برای تدفین و بعد تمامی ایلها و اقوام از سراسر کشور در کویت اینا همه متحد شدن گفتن که این مسجد رو دوباره خواهند ساخت و یک بزنس یک شرکت سنی داوطلب شد تا بدون دریافت هیچ پولی اون مسجد رو مجددا بازسازی کنه و به این دلیل هست که من میگویم که این افسانه اینکه که دو طرف شیعه و سونه با هم توانند هم کاری بکنن موفق نخواهد بود اون سالی که اسحاق رابین رفت اونجا برای سخنرانی یک کاغذی در جیبش بود که روی اون نوشته بود آواز سر این در واقع صحبت از جایگزینی تنفر با سر بود متاسفانه هنوز ما خشونت رو در خاور میانه میبینیم اما هیچ ضرورتی نباشه که این گونه باشه برای اینکه هنوز تپش حیات در خاور میانه حس میشه و هستن کسانی که به آینده نگاه میکنن و آماده که عضوی از اقتصاد جهانی باشند. اینها هستند که ما به اونها اعتماد میکنیم اینها هستند که ما به خاطر اونها تلاش رو تشدید میکنیم و با این افراد هست که ایالات متحده آمریکا متحد هست که اون مخرب تخریب کنندگان رو جلوشون رو بگیره و با صلح بتونه برای همه مردم به بار بیاورد این یک مبارزه با ارزشمند هست با تشکر